درودهای بسیار گرم به شما همیهنان گرامی و با آرزوی تندرستی و شادکامی برای همه شما. امروز برنامه دیگری از رخدادهای هفته رو از تلویزیون الوند من در خدمت شما هستم. برابر است با روز دوشنبه است، با دهم ماه ژوئن 2019 میلادی و 20 خرداد ماه 2578 ایرانی. خب این روزها همه ما اطلاع داریم که مسائل زیادی پیرامون میانجیگری کشورهای مختلف از جمله عراق و عمان و نیز کشور ژاپن با ایالات متحده بر سر موضوع ایران مطرح است و سفرهای از سوی مقامات ایرانی به کشورهای ذکر شده انجام شده است و همچنین قرار است که روز چهارشنبه دو روز دیگر آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران سفر بکنه. سفر آقای آبه بسیار با اهمیت تلقی شده است، زیرا که اولا پیش از بروز شورش 1357 نخست وزیر وقت ژاپن به ایران سفر کرد و بعد از شورش تا کنون هیچ یک از مقامات عالی رتبه ژاپن به ایران سفر نکردند، علی‌رغم روابط دیپلماتیک و اقتصادی که ایران داشته است با کشور ژاپن، اما هرگز این ملاقات ها در این سطح انجام نگرفته و این به اولین بار است که نخست وزیر ژاپن به ایران مسافرت میکنه و آن هم با هدف خاصی که میانجیگری است برای کاهش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان هم در سفری که به خاورمیانه داشت و از کشورهای عراق، اردن و امارات دیدن کرد به تهران وارد شد و با آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفتگوهایی داشت و همراه او شخصی که مسئول انجام سازوکار مالی اروپایی ها با ایران است، در همراهی با آقای وزیر خارجه آلمان به ایران سفر کرد و با مقامات ایرانی به گفتگو پرداخت. اما امروز اجازه بدهید که یک بررسی دیگری بکنیم از شرایطی که جمهوری اسلامی دارد، هم به لحاظ مسائل داخلی و هم به لحاظ مسائل بین المللی، و اینکه آیا سفرهای این چنین و یا گفتگوهایی از این دست می تواند مؤثر باشد یا خیر. اولا بپردازیم به این که مشکل اصلی در کجاست. همه ما به یاد داریم که پیش از این که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور بشود، او ابراز می کرد که خواهان گفتگوهای دوباره است با مقامات جمهوری اسلامی بر سر مسئله برجام، زیرا از نظر او مسئله قراردادی که زیر نام برجام بین کشورهای سگانه اروپایی، ایالات متحده، چین و روسیه امضا شده بود، یک توافق جامع و کامل نبود و میبایستی در این زمینه گفتگو میشد. و او برای اینکه حسنیت خودش رو ثابت بکند، مسئله تحریم‌های جمهوری اسلامی رو سه بار به تعویق انداخت و از اروپایی ها خواست که در این زمینه قدم جلو بگذارن. از روسیه و چین هم خواستند آمریکایی ها که با اونها همگام بشوند تا گفتگوهایی با جمهوری اسلامی آغاز بشوند. نه تنها کشورهای سگانه اروپایی و چین و روسیه به این مسئله توجه کافی نکردند، بلکه جمهوری اسلامی هم با همان سیاست‌های نابخردانه و لجوجانه خود اصرار بر این داشت که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم به گفتگو بشیم. در نهایت مسئله به این ترتیب مطرح شد که ایالات متحده پس از اولتیماتوم‌های متعددی که هم کاخ سفید داد و هم وزارت امور خارجه، به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. با خروج ایالات متحده و اعمال مجدد تحریم‌ها بر روی جمهوری اسلامی، آنگاه بود که تکاپوها آغاز شد برای اینکه حالا چه بکنیم، و جمهوری اسلامی به دست و پا افتاد که
با گفتگوی با مقامات اروپایی روس‌ها و چینی‌ها بتواند به نوعی برجام رو نجات بدهد که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اگرچه کشورهای اروپایی مرتب الان بیش از یک سال شده است که وعده‌هایی به جمهوری اسلامی دادند و مرتب سازوکارهای اقتصادی و تجارتی متعددی رو معرفی کردند که آخرین اونها اینستکس هست که در همین سفری که وزیر خارجه آلمان به ایران داشته است در باب این موضوع هم گفتگو شده است، اما مسئله از حد گفتگو تجاوز نکرد و روسیه به دلیل منافع خاصی که دارد یک سیاست مزورانه ای رو در پیش گرفت و چینی ها هم که از خود این اعتماد رو داشتند که به اندازه کافی در ایران نفوذ دارند و به خصوص در بخش صنایع و انرژی ایران نفوذ بسیاری دارند و صرفا خواهان ادامه جریان نفت هستند، چینی ها هم توجه کافی نکردند. اما آمریکایی ها با یک نقشه و طرح بسیار مشخص و معین به کار خود ادامه دادن، تحریم های نفتی آغاز شد و اون امتیازی رو که به چند کشور داده بودن بعد از انقضای مدت دیگر تمدید نکردن و بنابراین صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف به خصوص به کشورهای بزرگی که در شرق هستند مانند چین، هند و کره و ژاپن در حقیقت به صفر رسید. اخیراً علاوه بر مسئله تحریم های نفتی، تحریم پتروشیمی ایران هم انجام شد و با توجه به اینکه ایران یا بهتر است بگوییم جمهوری اسلامی دسترسی به سیستم مالی جهانی هم ندارد به علت گرفتاری های درونی خودش، در حقیقت می توانیم بگوییم که جمهوری اسلامی در یک محاصره کامل اقتصادی قرار گرفته است و وقتی که یک رژیمی مورد محاصره اقتصادی قرار میگیرد سرانجام این رژیم شکست خواهد خورد و شکسته خواهد شد. بنابراین آمریکا با یک سیاست مشخص و معین راهی رو که از آغاز شروع کرده بود در حال ادامه دادن هست. طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی بدون برنامه، اروپایی ها، چینی ها و ژاپنی ها هر کدام برای منافع ملی خود با یکدیگر اختلافاتی دارند و در مجموع برای رسیدن به یک راه حل مناسب و به یک اجماع کلی تا کنون موفق نبودند و به علاوه این که وابستگی های اقتصادی که هر یک از این کشورها به ایالات متحده دارند آنقدر زیاد است که می شود به راحتی جمهوری اسلامی رو در برابر وابستگی های اقتصادی و حجم تجارتی قربانی کرد. لذا جمهوری اسلامی امروز به علت اقتصادی در یک محاصره کامل قرار دارد و در حقیقت می شود گفت که یک اقتصاد شکست خورده و از هم پاشیده در جمهوری اسلامی در کشور ما شوربختانه وجود دارد و رنج و تبعات اون رو مسلم است که در ابتدا ملت ایران بایستی تحمل بکنند. به همین جهت رایزنی هایی از سوی ایالات سوی جمهوری اسلامی انجام شد، از جمله سفر آقای ظریف بود به ژاپن و متعاقب سفر او بود که آقای ترامپ به ژاپن سفر کرد و در اونجا اعلان شد که ژاپن قرار است که میانجیگری کند میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و از تنش‌ها کاسته شود. از اینکه ژاپن یک کشور مطرح جهان است، از اینکه ژاپن بیش از 70 سال است که با کشور ما دارای روابط سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر یکی از کشورهای متحد ایالات متحده آمریکا هست و به تبع ژاپن یک حالت خونسا دارد نسبت به دیگر کشورهایی که تاکنون میانجیگری رو پذیرفتن یا پیشنهاد میانجیگری دادن، خب یک امتیاز خاصی برای کشور ژاپن مطرح میشه. اما ببینیم که نوع اختلافات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده چگونه است و آیا در این زمینه عملا میشود میانجیگری کرد؟
و این میانجی دارای هر قد و قامتی باشد آیا میتواند موفق بشود یا خیر. مسئله اختلافات ایران و ایالات متحده، یا بهتر است بگویم اختلافات جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و ایالات متحده، اختلافاتی است از نوع خاص خود. یعنی ایران نه با ایالات متحده هم مرز است که ما اختلافات مرزی داشته باشیم و یک کشور ثالثی دخالت بکند و یا بخواهد میانجیگری بکند که این اختلاف مرزی رو به یک طریقی حل بکند. نه ما با ایالات متحده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی و تعرفه ها داریم که از طریق گفتگوها بشود این رو یک جوری تعدیل کرد، تعرفه ها رو به نوعی تعدیل کرد و اختلافات رو برطرف کرد. و نه به طور کلی اختلافات جمهوری اسلامی با ایالات متحده از قماش و جنس اختلافاتی است که عمدتا کشورهای مختلف جهان با یکدیگر دارند. اختلاف جمهوری اسلامی با ایالات متحده در حقیقت یک اختلاف اساسی ایدئولوژیک است و آن به این ترتیب است که ایالات متحده منافع ملی خودش رو و همپیمانان خود رو در منطقه خاورمیانه و در سراسر جهان با ایدئولوژی خاصی که جمهوری اسلامی دارد و با توجه به صدور انقلابش به منطقه، دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و انجام فعالیت‌های نظامی و موشکی در سراسر منطقه، نوعی احساس خطر می‌کند برای امنیت ملی خود. و اونجایی که آمریکایی‌ها امنیت ملی خودشون رو تعریف می‌کنن، در واقع بخشی از امنیت جهان و به خصوص منطقه بسیار حساس و استراتژیک خاورمیانه و کشورهای عربی و بالاتر از همه اینها امنیت اسرائیل مطرح می‌شود. و این چیزی است که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن بخشی از سیاست خارجی خودش حداقل در خاورمیانه قرار داده است. بنابراین بر سر چه چیزی بایستی گفتگو کرد؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی منافع استراتژیک خودش رو در خاورمیانه به گونه ای از آغاز تا کنون تعریف کرده است بر اساس همان اصل صدور انقلاب که در حقیقت بایستی کشورهای اسلامی سنی مذهب منطقه نهایتاً توسط نیروهای اسلامی که شیعی هستن فتح بشوند، حکومت‌های اینها سرنگون بشوند و شیعیانی که در این کشورها، در شیعیانی که در عربستان هستن، شیعیانی که در یمن هستن، شیعیانی که در بحرین هستن، شیعیانی که در امارات هستن و یا هر کشور دیگری، اینها هستند که بایستی تشکیل حکومت بدهند، زیرا که اساس انقلاب اسلامی بر این پایه و بر اساس صدور انقلاب اسلامی بر اساس فقه شیعه است. در اینجا آقای شینزو آبه میخواهد راجع به چه چیزی گفتگو بکنه؟ چگونه میخواهد مسائل میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو حل بکند؟ چگونه ایالات متحده میتواند همپیمانان خود مانند عربستان سعودی، امارات، کویت و یا دیگر کشورها و اسرائیل رو قانع بکند که ما به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی با همین محتوایی که دارد و بر اساس همین فلسفه‌ای که دارد و با توجه به این که می‌خواهد انقلابش رو صادر بکند، هیچ گونه خطری نه برای امنیت ملی ایالات متحده و کشورهای متحد ما در اروپا هست و نه هیچ گونه خطری برای شما دارد. در حقیقت ریشه مشکلات جمهوری اسلامی نه تنها با کشورهای همسایه، نه تنها با ایالات متحده، بلکه با کلیه کشورهای جهان بر اساس همین اصل تعریف می شود که جمهوری اسلامی اعتقاد به یک فلسفه‌ای دارد که در این حال این فلسفه را نمی خواهد در چارچوب مرزهای خودش نگه دارد، بلکه می خواهد به ترویج اون بپردازد و اون رو صادر بکند به سراسر جهان. به این ترتیب اگرچه ژاپن کشوری است که می‌خواهد مناقشات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده کاهش پیدا بکنه، تحریم‌ها به نوعی کاسته بشود تا ژاپن بتواند به عنوان یکی از وارد کنندگان سنتی نفت ایران دو مرتبه از نفت ایران بهره‌مند بشود و در حقیقت
ایالات جمهوری اسلامی هم میخواهد که تحریم ها کم بشود و یک فرجه‌ای برای جمهوری اسلامی پدیدار بشود تا بتواند تجدید قوا بکند و به این ترتیب شاید طرفین بر این نظر باشند که ورود آقای شینزو آبه روز چهارشنبه به تهران میتواند نتایج مثبتی داشته باشد که همونطور که عرض کردم بسیار بسیار بعید است که این سفر بتواند دستاوردهایی داشته باشد. ممکن است که باز هم مثل سفرهایی که مقامات اروپایی کردند به ایران، گفتگوهایی که کردند، وعده هایی که داده اند چنین عمل بشود که بعید است از دیپلماسی ژاپن، چون ژاپنی ها روش کارشون معمولا با اروپایی ها و دیگر کشورها تفاوت پیدا میکنه. اما در این میان جمهوری اسلامی که ناتوان از اداره امور کشور هست و در یک شرایط بسیار بد اقتصادی است و اقتصاد شکننده هر لحظه در حال فروپاشی است، سیاستی رو بنا به خواست رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است و آن سیاست این است که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میکنیم، یعنی در حقیقت یک سیاست انتظار و انتظار بر این اساس که انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا صورت بگیرد، با پولهایی که جمهوری اسلامی هزینه میکند در آمریکا و از طریق دستگاه‌هایی که دارد مانند نایاک برای دموکرات‌ها و صحبت‌هایی که الان 8 کاندید دموکرات آمریکایی کردند که ما اگر در انتخابات پیروز بشویم برجام رو برمیگردانیم، در حقیقت سیاستی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به حکومت ابلاغ کرده است چنین سیاستی است که بمانیم و مقاومت کنیم. چه کسی بایستی مقاومت کند؟ صحبتهایی که اخیراً شده است راجع به فساد مالی همسران پاسدارها از جمله همسر قاسم سلیمانی و دزدی‌ها و اختلاس‌هایی که همسران اینها و فرزندان اینها آغاز کرده‌اند علاوه بر خود آقایان، در حقیقت نشان از این دارد که جمهوری اسلامی مانند یک ساختمانی است چوبین که موریانه تمام پایه‌های اون رو خورده و این موریانه حکومت جمهوری اسلامی در واقع فساد مالی، فساد اخلاقی است. نمونش کشته شدن آن زن توسط آن وزیر سابق و بسیاری فسادهای دیگری که ریشه همه اینها در بیت رهبری و در خانه یا کاخ آقای رهبر علی خامنه است. جمهوری اسلامی امروز در یک تنگنای قرار گرفته است که راهی رو که رهبر در پیش گرفته است انتقاد مستقیم از حکومت آقای روحانی و انتقاداتی که امروز روحانی علناً از رهبر میکند و کار به جایی رسیده است که هر یک سعی میکند که توپ رو در زمین دیگری بازی بکند و او رو مقصر همه این گرفتاری ها جلوه بدهد، ولی واقعیت امر این است که خود سران جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدند که شکست کامل خوردند، ولی اینجا دنبال مقصر میگردن، مسئله شکست رو مطرح نمی کنن و به خصوص علی خامنه‌ای میکوشد تا همه چیز رو بسیار روان، بسیار خوب، بسیار پیشرفته جلوه بدهد که در مملکت هیچ گونه مشکلی نیست، همه چیز سر جای خودش هست، در حالی که حقیقت امر مسئله دیگری است. اروپایی ها به علت روابط خاص اقتصادی به خصوص بریتانیا بعد از خروج انگلستان و مسئله برگزیت و وابستگی شدید اونها، امروز موضع‌گیری کردن در برابر جمهوری اسلامی و در کنار ایالات متحده رسما اعلان کردن که ایستادن. بعد از گفتگوهایی که آقای پومپیو با آقای پوتین داشت و ملاقاتهایی که انجام شد و اینکه آقای پوتین اعلان کرد که ما آتش نشان نیستیم و کار سازمان آتش نشانی را انجام نمیدهیم، در حقیقت چراغ سبزی بود که به ایالات متحده نشان داد بر سر مسئله ایران و کاستی هایی که دیگر کشورهای اروپایی دارند در برابر ایالات متحده و گرفتاری های داخلی که امروز خود اتحادیه اروپا دارد، همه اینها سبب شده است که
اتحادیه اروپا نتواند در برابر خواستهای ایالات متحده مقاومت بکند و میبینیم که ایالات متحده هم گام به گام مراحل شکستن و فروپاشی جمهوری اسلامی رو آماده تر میکند. و آخرین اقدامی که انجام شد مسئله تحریم پتروشیمی و همه واحدها و شرکت هایی است که وابسته به پتروشیمی ایران است. در حقیقت تحریم های یک سویی ایالات متحده از تحریم هایی که پیشتر از این ایالات متحده، وزارت خزانه داری، کاخ سفید و همچنین اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی و سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و برخی از کشورهای آسیایی مانند کره بر روی جمهوری اسلامی گذاشته بودند، به تنهایی بیشتر، شدیدتر و زیر نظر بیشتر است. پس در مجموع میتوانیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی یک حکومت ورشکسته است، هم به لحاظ سیاسی یک حکومت ورشکسته است، حکومتی است که هر روز شاهد گسترش شکاف میان دو جناح هستیم و بدیهی است که این شکاف تا زمانی میتواند ادامه پیدا بکند که منجر به یک فاجعه بشود. و بیخود نیست که رهبر جمهوری اسلامی خطاب به جوانان اعلان میکند که شما جوانان هستید که بایستی کوشش بکنید. کدام جوانان؟ همون جوانانی که او پیشتر دستور آتش به اختیار به اونها داده و حالا پیشنهاد میکند که شما بایستی دولت جوان تشکیل بدهید. یعنی در حقیقت نبردی رو که با حسن روحانی رئیس جمهورش آغاز کرده است رو دارد علنی میکند و میخواهد که یک شرایط جدیدی در مملکت به وجود بیاید. این شرایط چگونه بایستی به وجود بیاید و توسط چه کسی یا کسانی به وجود بیاید خود موضوع مورد بحث بسیار مفصل است. اگر بنا باشد که سپاه پاسداران بر علیه حسن روحانی کودتایی انجام بدهد و در حقیقت یک حکومت کودتایی روی کار بیاید، آن وقت معلوم نیست که سرنوشت خود رهبر چگونه خواهد شد و اینکه آیا یک حکومتی اگر در شکل یک حکومت نظامی روی کار بیاید آیا اجازه خواهد داد به پاسدارهایی که امروز هستند و در تمام این فساد مالی و اقتصادی و فسادهای دیگری که در سر تا سر کشور و به خصوص در نهادهای نظامی گسترش پیدا کرده است، آیا اون حکومت کودتا یا اون حکومت نظامی چشم بر روی همه این ماجراها خواهد بست؟ که اگر ببندد که نتیجه همین است، و اگر بخواهد به مردم و به جامعه جهانی نشان بدهد که ما از قماش دیگری هستیم و بافت دیگری داریم، آن وقت است که بایستی بگیر و ببندها آغاز بشود و در نتیجه نارضایتی های بسیاری در سطوح بالای سپاه ایجاد بشود که خود این نارضایتی ها میتواند منجر به کودتاهای دیگر و دیگر و دیگر بشود. موضوع دیگر این است که مسئله رهبری رو از یک شخصی مانند علی خامنه‌ای بگیرن و به یک گروهی بسپارن. اون گروه کدامین خواهد بود؟ آخوندهای دیگری متحجر مانند علی خامنه‌ای، مانند جنتی و دیگر آخوندهای دیگر که همه اونها در ایجاد این نابسامانی ها 40 سال از نقش اساسی بازی کردن، در پیدایش این وضع فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی مملکت نقش داشتند و همونها بودند که مایه بدبختی و سرنگونی و بیچارگی ملت ایران بودند. آیا بنا هست حالا این بار یکی از اینها برود و یک گروهی جدیداً روی کار بیاید که همون کاری را انجام بدهد که در نهایت امروز علی خامنه‌ای انجام میدهد؟ پس این هم راه کار نخواهد بود. تنها موردی که باقی میماند و آن مورد هست که میتواند نقش همه اینها رو نادیده بگیرند و از بروز یک جنگ احتمالی جلوگیری بکنند و بتواند مسیر حرکت ملی رو از این وضع نابسامانی که وجود دارد به یک سمت و سوی درست ببرد، در حقیقت یک خیزش و یک قیام ملی است. آیا این قیام ملی امکان پذیر است یا خیر؟ این پرسشی است که امروز
در میان بسیارانی از کنشگران سیاسی مطرح است که بسیاری بر این باور هستند که خب اپوزیسیونی که در خارج هست و حتی اپوزیسیونی که در داخل کشور هست داره فعالیت میکنه، مخالفت‌های بسیاری با رژیم دارن، با سران رژیم دارن، رژیم هم با تمهیداتی سعی کرده است که اپوزیسیون رو در واقع ناکارآمد جلوه بدهد و از ایجاد به خصوص یک بدیل در برابر کشورهای خارجی که با رفتن جمهوری اسلامی جانشین رژیم یک چنین چیزی خواهد بود جلوگیری بکند. اما در این حال این اپوزیسیون در طی این سالها توانسته یک پایه و اساسی، اگرچه بسیار بنیادین و بسیار گسترده نیست، ولی چیزی هست که می شود بر روی اون یک اساسی رو بنیان گذاشت. و به این ترتیب در شرایطی که امروز بر کشور ما چه از سوی خارج و چه از سوی داخل تحمیل شده است و یا در حال انجام شدن است، تنها راه حل که به نظر می رسد می تواند از پریشان حالی های آینده جلوگیری بکند و از سوی دیگر از بسیاری احتمالات ناخوشایندی که ممکن است اتفاق بیفتد جلوگیری کند، اراده ملت ایران است. و این اراده ملت ایران بایستی در یک خیزش همگانی بدون خشونت تبلور پیدا بکند و این ملت است که بایستی رژیم رو به زیر بکشد. آیا ملت ایران این توانمندی را دارد؟ آیا ملت ایران آماده است که در یک چنین مسیری حرکتی رو آغاز کند که بتواند منجر به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بشود؟ به باور من بله. ملت ایران دارای آن توانمندی است که میتواند رژیم رو به زیر بکشد، دارای آن توانمندی است که میتواند از بروز یک جنگ احتمالی جلوگیری بکند، دارای آن توانمندی است که میتواند دوره گذار رو با امنیت بگذراند و دارای آن توانمندی است که بتواند در آینده یک حکومت مردمی رو در ایران مستقر کند. پس اگر این توانمندی ها در میان ملت ایران است، چرا تا کنون این کار انجام نشده است؟ آنچه که من امروز بایستی با شما همیهنان گرامی در میان بگذارم این است که مسائل سیاسی دقیقا قابل توجیه با مسائل مانند مسائل اقتصادی یا داد و ستد نیستند. در یک داد و ستد شخصی کالایی رو میخرد و از سوی دیگر میفروشد، سود و زیانش هم بلافاصله مشخص میشود. مسائل سیاسی در هر کشوری امروز بستگی دارد به بسیاری از شاخصها در درون کشور، در درون جامعه، به فرهنگ و مسائل اجتماعی و از سوی دیگر به طرق مختلف از راه‌های مختلف مربوط می‌شود به کل جامعه جهانی. و اگر امروز ما نگاه کنیم به جامعه جهانی و امروز دنیا رو نسبت به رژیم جمهوری اسلامی با یک سال پیش در نظر بگیریم، می‌بینیم که امروز گفتگوهایی که میان کشورهای مختلف جهان انجام شده است، یک نوعی نزدیکی حداقل در بسیاری از مسائل مثل دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای دیگر، مانند فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، مانند نگرانی جامعه جهانی از دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و در نهایت مسئله سرکوب مستمر حقوق بشر به صورت یک مسئله همگانی است. و این نشان می‌دهد که جامعه جهانی آهسته دارد به سمت و سوی حرکت می‌کند که در حقیقت این امکان پدیدار بشود که ما ملت ایران بتوانیم با حمایت معنوی جامعه جهانی و با پذیرش جنبش ملت ایران از سوی خانواده ملل حرکت نهایی رو انجام بدهیم. آنانی که مرتب خورده میگیرند از شاهزاده که چرا رهبری را نمیپذیرد، چرا اعلان نمی کند که مردم به حرکت در بیایند، دقیقا پاسخ در اینجاست که اگر کار نادرستی انجام بشود، فرمان نامربوطی صادر بشود در زمان
غیر مطلوبی این عمل صورت بگیرد، نه تنها به موفقیت نخواهد رسید، بلکه شکستی رو به همراه خواهد داشت که تا سالهای سال نمیشود جبران کرد. لذا اپوزیسیون ایران بایستی امروز بیش از گذشته خود رو برای دوران گذار آماده کند و بر همه ما ایرانی ها، چه آنانی که در داخل کشور هستند و چه آنانی که در خارج از کشور، فرض است که جامعه جهانی را از واقعیت های شومی که در کشور ما می گذرد، از وضعیت نابسامان و حقوق بشر، از شکستن قلم ها و بریدن زبان ها، تا شرایط سخت اقتصادی که به ما تحمیل شده است، اگرچه از سوی بیگانه تحمیل شده است، اما عامل تحریک کننده بیمار بیگانه برای اعمال این تحریم ها همین حکومتی است که بر کشور ما حاکم است. اگر این مسائل رو ما بتوانیم به صورتی درست و علمی با جامعه جهانی مطرح بکنیم و در حقیقت جامعه جهانی با توجه به نگاه جدیدی که به کشور ما و به ملت ما پیدا کرده است، این آمادگی رو دارد که سخن ما رو امروز بشنود، برخلاف آنچه که در گذشته بود و به هیچ روی امکان پذیر نبود که صدای واقعی ملت ایران در جای شنیده بشود، و آنچه شنیده میشد صدای رژیم بود که از حلقوم کسانی که کارگزاران رژیم بودند، حقوق بگیران رژیم و مزدوران رژیم بودند، چه بیگانگانی که از اینها پول میگرفتند و برای اینها تبلیغ میکردند، چه ایرانیان خودفروشی که با گرفتن مزدی ناچیز حتی به زیان کشور و ملت خود عمل میکرد. اگر امروز باور کنیم که همه اونها زدوده شدن و از بین رفتن، باوری باطل. همه اون آدم ها اگر امروز حضور و وجود ندارن و دست های بسیاری آشکار شده است برای مردم و برای دولت های خارجی، اما هنوز هم تعداد بسیاری از خودفروشان و میهن فروشانی هستند که مزدوری میکنن برای جمهوری اسلامی، از جیب ملت ایران حقوق میگیرن و برای رژیم سرکوبگر فاسد کار میکنن. بنابراین یکی از کارهای ما در اپوزیسیون این است که جلوی اینها رو بگیریم، اینها رو شناسایی کنیم و به ملت ایران و به کشورهای مختلف جهان معرفی کنیم. در این راستا اپوزیسیون روز به روز منسجم تر میشود و به نظر می رسد که بعد از 40 سال ناتوانی، بعد از 40 سال کوشش هایی که عمدتاً شاید راندمان 10% یا کمتر داشته است، امروز به سمت و سوی می رویم که با راندمانی بالاتر، با اهدافی روشن‌تر، بتوانیم دوره گذار از رژیم جمهوری اسلامی رو با واژگون کردن این رژیم اهریمنی آغاز کنیم. و در این راه همه ما به عنوان ایرانی دارای مسئولیت هستیم، و اگر ما این انتظار رو داشته باشیم که یک نفر از جانب ما ملت ایران بخواهد به تنهایی کاری رو پیش ببرد یا حتی یک گروه سیاسی بتواند دست به چنین کاری بزند، این امکان پذیر نیست. و اگر بر فرض محال امکان پذیر هم باشد، آن شخص یا آن گروهی که بتواند چنین کار خطیری رو انجام بدهد، فردا صاحب کشور خواهد شد. و بنابراین رویای رسیدن به یک حکومت سکولار و دموکرات که خواست عموم ملت ایران و اکثریت جامعه ایرانی است، امروز دیگر برآورده نخواهد شد. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر ایجاد یک حکومت ملی بر اساس نقش واقعی مردم هست در زدودن این رژیم و روی کار آوردن رژیمی که تبلور اراده ملی ایرانیان باشد. و ما در اون سمت و سو داریم حرکت میکنیم. شرایط جهانی آماده شده است، شرایط داخلی در حال آماده شدن هست، و در آینده نه چندان دور خواهیم دید که چگونه نیروهای میهنی به یکدیگر خواهند پیوست و در راه واژگون کردن این رژیم اهریمنی دست در دست یکدیگر، زن و مرد ایرانی با عشق به میهن و با ایمان به فردایی بهتر پیش خواهند رفت و رژیم فاسد رو به زیر خواهند کشید و یک رژیمی که در خور شأن ملت باستانی ایران باشد بر ایران ما حکومت خواهد کرد. تا آن روز راه زیادی نیست، اما این رسیدن به آن نقطه سرافرازی نیازمند کوشش است، نیازمند جانفشانی است و
نیازمند به عشق به میهن و دوست داشتن یکدیگر. برنامه امروز رو من با شما همیهنان گرامی در همین جا به پایان میبرم. تا هفته دیگر برای شما آرزوهای بهترین ها رو دارم و شاد و تندرست باشید و پاینده ایران عزیزم.